سلام. سلام. بابت امین و بقیه. ببین، اول یه نکته ای در مورد اینکه چه اشکالی داره روابط جنسی آزاد. خب به نظر منم که اشکالی نداره، با توجه به همه اون چیزایی که صحبت کردیم. فکر میکنم قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم که مثلا آدم رضایت داشته باشه، توی سن معقولی باشه و تمام چیزایی که قانون کشورهای سکولار حالا یه محدودیت هایی براشون قائل شدن. به نظر من قبل از هر چیزی اینا رو دیفالت پوزیشن در نظر میگیرم. ولی اول یه نکته بگم، این توی روابط مثلا وقتی که ازدواج میکنی بعد خیانت میکنی، یعنی یه مدتی با اسپازت مثلا سکس نداری بعد میری بهش خیانت میکنی، اگه مثلا یک مدتی طولانی باشه که با این آدم تو رابطه نداری، به نظر من خب این از دو طرف یه خیانته. ببینید، همیشه اون کسی که میره با یکی دیگه ارتباط برقرار میکنه خائن محسوب میشه، در حالی که اون زن یا مردی که مدتی امتناع میکنه از برقراری رابطه فیزیک با اون، اون هم خیانت کرده. چون اینها به اول اونه که خیانت کرده، به خاطر اینکه اینا از اول یک تعهدی رو داشتن، یک پیمانی رو بستن که من و تو قراره که اصلا من و تو قرار چرا باید با هم باشیم، آیا پیمان مالی داریم، آیا من و تو برای اینکه نیازهای خودمون رو برطرف بکنیم با هم هستیم، برای اینکه رابطه به هر حال شما یه انتظاراتی دارید. اینکه مثلا میگی که مثلا اگه گفته نشه اینطوری میشه اونطوری میشه، حالا اینم خیلی فرض واقعی نیست، به خاطر اینکه زبان داریم دیگه. به جای اینکه مو تصور بکنیم که مثلا نباید خیانت بکنیم، به جای اون تصور بهتر که صحبت بکنیم. اینا یه چیزایی که یعنی شما توی رابطه است. شما وقتی وارد رابطه با یه نفر میشین، شما فکر میکنین یه قسمتی از این قرارداد این هست که باید منو اینقدر بکنی مثلا هر هفته، یعنی این قسمتی از قرارداد هست اتوماتیک؟ بله، مثلا من فکر میکنم که اصلا راجع به این باید صحبت بشه. درسته، من فکر میکنم که یعنی اگه تعریف شما از خیانت چیه؟ تعریف من از خیانت اینه که شما قول و قراری با هم داشتید، به هر کدوم از اون بندهای قول و قرار اگر پایبند نباشید خیانت کردید. بعد مثلا اگه انتظار این بود که مثلا من ظرفا رو بشورم هر روز، خب بعد نشورم، اینم میشه خیانت؟ اگه بله، اگه تو این قرار رو با اون آدم بستی، تو خودت رو احمقانه موظف کردی به اینکه ظرفا رو بشوری بعد ظرفا رو نمیشوری، بله تو هم خیانت کردی. خب باشه، اگه همه اینا خیانته، خب پس خیانت ها در جاهای مختلفی داره به نظر من. باید نگاه بکنیم کدومش. اینو میخوام بگم، ببینید از لحاظ روانشناسی و حالا جامعه شناسی نمیدونم، ولی میگن چرا بودن با یک نفر دیگه، یعنی رفتن ارتباط برقرار کردن با شخص سوم، چرا بین تمام این خیانت ها، بین تمام این عهد شکنی ها، چرا این دردناکتر از بقیه است که ما باید خیلی به این توجه بکنیم؟ دلیلش اینه که ما نه تنها به این رابطه داریم آسیب میزنیم، بلکه به سلف ایمیج اون طرف داریم آسیب میزنیم. این مهمترین مسئله است. یعنی شما وقتی که با یک کس دیگه وارد رابطه میشید، این آدمی که باش هستید ناخودآگاه احساس میکنه که یه چیزی کم داره، سلف استیمش آسیب میبینه، فکر میکنه کافی نیست و دچار درگیری های درونی میشه با خودش. یعنی اساسا پس هزینهش بیشتره دیگه، درسته؟ خیلی بیشتره. خب پس نمیتونی بگی مساویه، یعنی هزینه بسرش. ببین مثلا فرض کنی که من درسته، خب پس اگه مساوی نیست نمیتونیم بگی که پس جفتشو خیانت کرده، یکیش بیشتر خیانت کرده. اوکی، نه، به نظر من اگر یک کسی اینو من در مقابل این ظرف شستن حالا گفتم، با اون میگم یکی نیست، ولی مثلا شما مثلا بخواید به یکی، یعنی محبت کردن رو دیگه استاپ بکنی، دیگه به طرفت رو ندی. مثلا من چه میدونم، یا میدونی خودت توی خیلی از ازدواجا هدف مثلا طرف مقابل فقط اینه که وارد ازدواج بشه، بعد از اینکه این ازدواج رو داشت دیگه استاپ میکنه، یعنی نه محبت میکنه نه توجه میکنه، تمام اون احساس، تمام اون نیازهایی که شما داشتین رو دیگه بهتون نمیده. خب دیگه بیا بگو با اولین بزرگترین خیانت رو این کرده. نمیشه بیا بگی من شما نیازهای منو برآورده نمی‌کنی، من میخوام برام با بقیه. یعنی فرق بین خیانت نکردن اینه که شما اینو بیاید شفافانه بگیم به جای که پشت سرش این کارو بکنید.
اوکی اگر به این آدم بگی و این آدم همچنان حالا نه تنها اینو ادامه بده بلکه شما رو با یک تهدیدی توی اون رابطه حفظ بکنه یعنی یه جوری که شما فکر بکنید خب خب شما ببین اون موقع دیگه رابطه شما ببینید فرض کنید من میگم که کار راحتیه شما اگه میخواین خیانت نکنید خب میتونیم بریم به یه نفر بگیم ببینید یا باید من تو رو ترک بکنم یا باید بذاری که ما با هم باشیم ولی من برم نیازهای جنسی خودم رو یه جا دیگه برآورده کنم. خب اگه این شخص بتونه با تهدید یا یه کارهای فیزیکی شما رو نگه داره خب شما دیگه با این شخص تو رابطه نیستین، شما الان گروگان این شخص هستید. خب اون موقع دیگه خیانت نمی‌کنید. آره من دقیقاً همین. اصلاً موقعی خیانت معنا نداره اصلا عملا. نه آروم جان من اینو میخوام بگم که دیدی که جامعه داره نسبت به اون آدمی که رفته با یکی دیگه فوری یعنی دیفالت پوزیشن اینه که این آدم خیانت کاره، در حالی که متوجه نیست خیانت لایه های متفاوتی داره. این یه وقتایی یه آدمی میبینه که آقا توی رابطه‌ای که هست هزینه این که بره با یکی دیگه مثلا ارتباط برقرار کنه خیلی کمتر از این هزینه که مثلا با اون هیولایی که باهاش داره زندگی میکنه. اوکی اوکی. ولی اگه هیولا نبود ببین شما دارین هیولا در با یه هیولا اگر نبود خب اگر نباشه اون آدم اولین کاری که باید بکنه اینه که بگه خب پس این ما همدیگر رو ترک بکنیم دیگه، یعنی من تو رو ترک میکنم و میرم با یک کس دیگه. آره خب ولی باشه ولی خب شما داریم درباره مثال شما یعنی شما میگین توی جامعه ایران اون هیولاهایی که مثلا شما رو با تهدید و با قدرت فیزیکی و اینا نگه داشتن با کلک مثلا چجوری؟ مثلا یک زنی خب حالا یا مردی بیشتر اینو ممکنه که توی زن باشه مثلا شما رو حالا با یه سری قول و قرارایی بهت داده باها توی رابطه وارد شده و هر روز مثلا یک نقشی برای تو بازی میکنه که مثلا با تو وارد رابطه نشه. ببین این کیس رو دیدم که میگم خب و بعدن دائما با حق بازی سعی میکنه که یک جوری این رابطه رو حفظ بکنه ولی امتنا میکنه از همه اون قراردادهای اولیه‌ای که نمیدونم از توجه و محبت و فلان و فلان و فلان از همه این چه قولایی داده ولی با بازی روانی مثلا به شما قول داده که با محبت باشه باهات، قول داده که همیشه کنارت باشه، قول داده که توی سختی‌ها بهت برسه، توی ناراحتی‌ها نه ببین کنارت اون با هیولایی که شما گفتین فرق داره. شما میگین که مثلا شما با یه نفر هیولاست. یه نفر مثلا خب شاید معیارتون از محبت و اینا فرق می‌کرد. یا اینکه یه نفر نمی‌دونست خودش مثلا حق بازی نکرد، خودش نمی‌دونست که مثلا بعضی مدت کم میاره. یه هیولا که نمیشه. من این چیزا رو هیولا رو هیولا میبینم. حالا شما مگه یه لحظه من فقط یه سوال کنم، کار سختیه به این شخص بریم بگین که خداحافظ من دیگه نمیخوامت میرم با یکی دیگه؟ خیلی سخته. چرا سخته؟ بعضی وقتا این آدم برای شما، برای آبروی شما، برای چیز فایننس شما، برای همه چیز شما خب اینکه شما حق باز میشین، یعنی شما میخواین پول این شخص برای فایننس شما، یعنی شما میخواین این شخص هنوز شما حمایت مالی بکنه ولی بهش نگی رفتن با یک کسی دیگه، اینجوری که شما که میشین حقوق. یه چیزی رو بهت بگم آرمین، توی ایران با اگه بخوای مثلا تصور کن با قانون اسلام پیش بری، خب زن یک مهریه رو در نظر میگیره. من که کلا با این جریان مخالفم، خب اینو بگذارین کنار، ولی زن از شما یک مهریه رو در ازای چه چیزی از شما در طلب میکنه؟ در ازای سکس، غیر از این رو نداریم. این یه چیزیه که تو قانونم هست و این اتفاق میفته. بعد این آدم این سکس رو باید بده و اون پول رو باید بگیره. خب ولی یه وقتایی پیش میاد که خب این پوله رو میخوان ولی اون آدمه نمیتونه بره بگه آقا این سکس رو به من نداده و این پول از من میخواد. یعنی دیفالت همه این هستش که این داره توی، یعنی کسی نمیدونه توی اون خونه چه خبره. اینا چیزاییه که دیگه به اخلاق مهریه میشه. رو نوشتن مهریه رو واقعا اینجوریه که نوشتن در ازای سکس مهریه، یعنی جای نوشته شده. شما اگر تمکین نه اینطوری نیست. تمکین شما اگه نکنید نفقه بهتون تعلق نفقه درسته نفقه چیه؟ ولی خب مهریه رو برای چی به زن پرداخت میکنه فکر میکنید؟ بذار من آدمین نفقه رو نمیدونه چیه. آدمین نفقه اون حالا اون به نوعی پول روزانه‌ایه که مثلا خرج کردیه که مثلا شوهر به آره باید خرج زنه رو بده.
کی گفته این برای سکس؟ شاید داره پولیه که برای زن... پول زندگی. نه این اگر زن اگر آره اگر زن رفته دیگه نفقه ازش ساقط میشه. آره زن اگر امتناع کنه از همبستر شدن با مرد، این پول مرد میتونه این پولو نده. آره ولی برای سکس نیست. اگر سکس نباشد میشود نفقه را قطع کرد، ولی نفقه علتش سکس نیست. آره این قوانین اسلامی واقعا ریده به ازدواج ها. چقدر رومانتیکی آره شما تو ایران. اوکی پول میدی برای سکس؟ آره من اینطوری فکر میکنم. من فکر میکنم که اگر یک زنی مهریه ای رو زیادی رو میگیره، نفقه زیادی حالا به قول خودشون میگیره، باز موظفه که سکس بکنه با اون مرد. خودش دیفالت پوزیشن خودش رفته زیر قوانین اسلام. حالا پس باید حالا این چه ربطی داره به بحث؟ باشه باشه حالا چه ربطی داره به بحث ما؟ من رفتیم به حاشیه. آره درسته. آره من رفتم دارم. من رفتم به حاشیه. برمیگردم. آره در نهایت من میخواستم بگم که اگر بخوایم روابط جنسی آزاد، اگر بخوایم به لحاظ اخلاقی ایوالویتش بکنیم، خیلی سخته. اون چیزهایی که بین اون دوتا اینجوری ساده نیستش که مثلا شما بگید که اوکی من این کارو کردم، دیروز رفتم با یکی خوابیدم، اوکی این خیانت شد یا نشد، نمیدونم این روابط جنسی آزاده یا نیست. آدم‌ها خیلی پیچیدن، آدم‌ها خیلی چیزای متفاوتی رو خیانت حساب میکنن. و اگه مثلا از من اگه یکی بپرسه که شما روابط جنسی آزاد به محدودیت قائل نمیشید، مثلا من برای به شخص خودم برای خودم خیلی محدودیت میذارم از پوزیشن. حالا من ایران مثل اینکه خیلی عجیب غریبه قوانینش، جامعه اصلا به هم خورده. ولی تو یه دنیای نرمال مثلا فرض کنی که این چه میدونم این مهریه و نفقه و اینا نبود، باش. ببین مثلا من برای خودم یه عالمه محدودیت قرار میدم برای اینکه با اون آدم روابط جنسی برقرار بکنم یا نکنم، و همه این محدودیت ها برای من یه حد خیلی با لول بالایی داره و اصلا زیرشون نمیزنم. ولی اینکه دولت، قانون و یا اجتماع بخواد یک چیزی رو به من تحمیل بکنه، غالبا چیزایی که به شما تحمیل میکنن یه سری نرما هستن، خیلی وقت غلطن. شما رو به لحاظ جنسی خیلی جاها خانواده محدودت میکنه، به خاطر سن سالت محدود میکنه. ولی به نظر من ده همین که اون حداقل های قانونی رو که مثلا دچار مشکل قانونی نشی رعایت بکنی، بقیهش آزاده. به خاطر اینکه حتی اگر اشتباه هم بکنی به هر حال تجربه یک یاد میگیری. من یه چیزی اول بحثم گفتین در برای همین قانون، گفتین قانون کشور سکولار، و فکر نکنم این همیشه معیار خوبی باشه. خب چون یه جوری مثلا بعضی ما لیبرال ها درباره کشورهای سکولار صحبت یه جوری صحبت میکنیم انگار مثلا همه چیشون درسته. خب شما مثلا شما فکرشون غلطه. مثلا مثال بزن، تو بعضی از ایالت های آمریکا بچه همسری قانونیه زیر سن؟ بله 13-14 ساله. خب تو آمریکا دیگه. پس چرا مورمن ها رو چیز کردن به خاطر اینکه با دختر 15 سال ازدواجشون کردن؟ به خاطر اینکه اونا اول چند همسری غیر قانونی، نمیدونم کدوم ایالتش بسیگه نه اونا به خاطر کودک همسری دستگیرشون کردن با چند همسری. آره ولی تجربه ببین اونا مثلا چیز اونا کالت بودن. خب البته من نمیدونم شما ممکنه توی من نگفتم همه ایالتاش، بسیگه داره کدوم ایالت باشن، ولی اینا بچه ها رو چیز میکردن، اینا رو این ازدواج نبود، اینا رو به شکل داشتن شستشوی مغزی میدادن، بهشون تجاوز میکردن، یعنی برین واششون میکردن. اون شرایط کاملا فرق داشت. خب من چیزی که اولین چیزی که ازشون لو رفت این بود که با یک دختر زیر سن ازدواج کرده بودن. اصلا کلا صدا من نبود. بگو نوید نبود یه مدت. من از اول نشیدی چی داشتیم نبود. شما تو اون فرض اول گرفتید که این آدم ها وقتی دارن ازدواج میکنن به هم قول دادن که با هم سکس داشته باشن، و اگر نداشته باشن دارن خیانت میکنن. خواستم بگم که این آدم ها درسته این قول رو شاید به هم داده باشن، ولی یه قول دیگه هم به هم دادن. قول دادن به هم که مشکلات رو با هم حل بکنن، و اگر کس طرف مقابل به مشکل خورد، این یکی طرف هم بتونه این موضوع رو حل بکنه، درک بکنه. این قول ها رو به هم دادن، یعنی محبت فقط از اونور که نیست، از این ورم باید باشه. فرض کنید یکی از این طرفین مثلا زن یه مشکلی داره، نمیتونه مثلا رابطه جنسی برقرار کنه به هر دلیلی، این نمیتونه موجه بکنه رابطه جنسی مرد، رابطه جنسی دیگه مرد، و شما بگید زن اول خیانت کرده و حالا مرد میتونه بره همچین کاری بکنه. نه مگه اون تعهدم دادن؟
من که گفتم یه کسایی به عمدی امتناع میکنن و زیر در واقع زیر چیزشو میزنن زیر. ببینید اون عمدی رو درسته شما الان دارید میگید، ولی ممکنه یه موضوع روانی توی ذهن اون مرد باشه یا ذهن اون زن باشه که نمیتواند این کار را بکنه و عمدی این رو نشون میده. یعنی این اینجوری هم میگم، میخوام ببینم به این سادگی نیست که شما کنار راهو برای اون آدم باز میکنیم مثلا اگه مشکل بازم. خب من از فرض خودتون استفاده میکنم، به این راحتی نیست کنار رفتن. شما همون جایی که شما میگید کنار رفتن تو اون حالت به این راحتی نیست، تو این حالت هم به این راحتی نیست. درسته، منم همینو میگم. من میگم که من اتفاقا من پوینتش دقیقا حرف شما رو دارم میگم. منم میگم که این چیزا توی روابط بخوایم اتیکال بررسیشون بکنیم یه کمی سخت میشه موضوع. یعنی مسئله رابطه جنسی آزاد رو بین روابط نمیشه به این راحتی چیز کرد، مثلا اخلاقی یا غیر اخلاقی تصورش کرد. ما همه چیز یه چیزایی به هر چقدر هم ما آزاد اندیش باشیم یه دیفالت پوزیشنایی داریم توی ذهن خودمون. در نتیجه اینجا دقیقا سپسیفیکلی راجع به کیس باید صحبت بشه که ببینیم آیا اون خیانت بوده نبوده، آیا رابطه جنسی دیگرش آزاد بوده نبوده و فلان و اینا. ولی توی وقتی که تازه با یکی آشنا میشی، بله توی تازگی یه سری قوانینی رو غالبا هست. من الان ببخشید من یه لحظه بگم، من دارم میخونم توی ماساچوست. شما میتونید با یک دختر 12 ساله ازدواج بکنید به شرطی که پدر مادر راضی باشه. 12 سال ایالات های مختلفش هم دارم نگاه میکنم. به به دقیقا الان همینو چهار تا مسلمان اینجا باشن فردا روم میزنن. نه از این قوانین که خیلی زیاده، مثلا تو آلمان شما یه قوانین دارید که از مسیحیت به شدت دفاع میکنه. اینجوری نیستش که فکر کنید هر جا که سکولار دموکراسی برقرار خوبه همه یه قوانین اوکیه. جمهوری بی خدایان